شروع سریال ایلجیما در مورد یک شخصیت بود به نام وون هولی این شخص به حدی باهوش بود و سالم زندگی میکرد که توی تالش اومد آیندهای به درخشندگی خورشید داره واسه همین پادشاه وقت چوسان با وجود اینکه عاشق شخصیت ونهولی بود و به شدت به اون اعتماد داشت اما ترسش که نکنه ونهولی یه روزی جای خودش رو بگیره با دستیسه اونو میکشه از اینا بگذریم توی سریال نقش ونهولی رو بازیگری به نام جومینکی بازی میکرد که به نظر خیلی بازیگر پخته و آروم و مثبتی میومد و اصولا نقشهای مثبت و خوبی هم بازی میکرد بخصوص که در کنار اینها اون عضو هیئت علمی دانشکده هنر و تئاتر یکی از معروفترین دانشگاههای کره جنوبی بودش اما قصه توی ظاهر این شکلیه جومینکی رو آخرین بار تو سریال عاشقان ما سال 2016 که یه پادشاه خوب و مهربون بود دیدیم ولی اون الان زنده نیست و منفورترین هنرمند کره هست که دانشجوهای دختر دانشگاه چونجو با شنیدن خبر مرگش اشک شوق ریختن به خاطر این بازیگر بود که شبکه اس, اس هرگز سریال ایجیما رو بار دیگه بازپخش نکرد و گمان زنی هایی میشه که فصل دوم عاشقان ما به خاطر وجود این بازیگر توی فصل یکش هیچ وقت ساخته نشد اما داستان چیه و چرا اینطوری شد جومین کیسال سال 2010 به عنوان استاد توی بخش تئاتر دانشگاه چونگجو مشغول به کار میشه اون با یک زن آرایشگر ساده ازدواج میکنه و صاحب دو تا فرزند میشه همه چی خیلی خوب و آروم بود اون یک بازیگر محبوب دوست داشتنی بود و در کنار اینا چون یک سلبریتی بود دانشجوهاشون رو خیلی قبول داشتن تا اینکه سال 2018 توی 20 فوریه اوایل صبح خبرنگار کره افشا میکنه که دانشگاه چونگجو داره تحقیقات گسترده رو علیه استاد خیلی معروف توی بخش تئاتر که ظاهرا سلبریتی هم هست انجام میده که علیه این استاد ادعا شده که سالهای سال دانشجوهای دخترش را آزار جنسی میداده خیلی اون زمان تونستن پیش بینی کنن که احتمالا این شخص جومینکی هستش تا اینکه خود دانشگاه رسما اعلام میکنه که ما این استاد رو سه ماه تعلیق کردیم تو این فاصله سه ماه شروع میکنه از دانشجوهایی که ادعا داشتن این استاد اونا رو آزار جنسی داده مصاحبه میکنه نکته جالب اینه که فقط توی هفته اول تا 11 گزارش و 11 نفر گزارش های عجیبی جمع میشه که نقطه اشتراک و کمی کمه داستان تو همه این گزارش ها لمس اندام های مثل سینه شون توسط جومینکی بوده و داستان توی بعضی از گزارش ها از این خیلی جلوتر رفته بوده جومینکی که اهالی رسانه هرگز اونو توی حاشیه ندیده بودن بلا فاصله واکنش تندی نشون میده و میگه آزار جنسی و اقدامات شدید انضباطی همه شایع است و واقعیت نداره من اگرم دانشجوی دختری رو لمس کرده باشم به نیت تشویق کردن بوده نه هیچ چیز دیگه و کمپانیایی که جومینکی باشون کار میکرده اعلام میکنن که همه اینا یک شایعه است تا اینکه فردا چه کرد دانشجوی دختر جومیکی به اسم سونکانول توی فیسبوک توییت با مشخصات کامل خودشون میذاره و جنجال توی کره به شدت بالا میره سونگ هانول الان این بازیگر تئاتر اما توی دانشکده چونگجو جومینکی سالها استاد اون بوده اون نوشت من یه بازیگر تازه کار هستم که به تازگی بعد فارغ و تحصیلی تو رشته تئاتر در دانشگاه چونگجو اولین کارم آغاز کردم سعی کردم گذشته رو فراموش کنم اما بعد خوندن بیانیه رسمی مبنی بر اینکه جومینکی احساس میکنه که مورد تهمت قرار گرفته دیگه نتونستم خشممو نگه دارم چیزایی که من و دوستام و بسیاری از دانشجوهای دیگه تو این چند سال گذشته تحمل کرده بودیم شایعات یا تئوری های توتعه ساختگی نیستن من احمقی نیستم که نتونم بین تشویق و آزار و فرق بذارم این حرف رو به خاطر این زده که جومی گفته بود که اگرم مثلا دست من به سینه دانشجو یا مثلا باسنش خورده بوده میخواستم تشویقش کنم در حد چند ضربه که مثلا آره کارت خیلی خوب بود آفرین اما اینجا این بازیگر میگه که من انقدر احمق نیستم که نتونم فرق این دوتا رو تشخیص بدم چیزایی که منو همکلاسیام باش مواجه شدیم آشکارا آزار جنسی بود من خیلی میترسیدم جلو بیام و الانم میترسم اما اگه این بحث تموم بشه قربانیان بیشتری مثل من توی ترس زندگی میکنن واسه همینه که جرأت نوشتن این پستو دارم توی سال 2013 وقتی وارد دانشگاه شدم بچه های سال بالایی به من هشدار میدادن که مراقب پروفسور جومینکی باشم آزار جنسی اون یه راز آشکار توی بخش ما بودش ولی پروفسور جومینکی برای این دانشجویان تاعاتر که تو آرزوی بازیگری بودن قدرت زیادی داشت و هیچ کس نمیتونه شکایت کنه یا اونو گزارش کنه اون یه پادشاه تو دانشگاه ما بود چون یه بازیگر مشهور و موفق بود مردم از سریال اون خیلی خاطره داشتن و کسی جرئت نمیکرد علیه اون مطلبی بنویسه. پرفوس و جامین یه دفتر کار تو نزدیکی محوطه دانشگاه داشت. وقتی هفته ی چند بار برای سخنرانی می همیشه دانشجوی دخترش و شبا به دفترش فرا میخوند مردم همیشه به ما میگن چرا نمیتونیم نبگیم؟ یا از این موقعیت اجتناب کنیم اما اگه نمیرفتیم و از رفتن امتنا کردیم اون به دوستامون زنگ میزد و افراد بیشتری درگیر ماجرا میشدند. واسه همین چاره جز رفتن نداشتیم از طرفی چون نمیخواستیم تنها بریم و میترسیدیم اغلب از همکلاسیامون میخواستیم که با ما همراه بشن رفتن با دوست به خصوص جنس پسر تنها راه حل بود یه روز من و دوست همجنسم هم جنسم به دفتر اون رفتیم اون به ما گفت که بخوابیم بهش گفتیم فقط بذار به خونه بریم اما اون اصرار کرد که برای خواب آماده بشید اون حتی به ما مسواک و لباس داد که همونجا عوض کنیم من و دوستم دوتایی وارد حمام شدیم و نمیدونستیم که چیکار کنیم شیر باز کردیم تا مطمئن بشیم که حرف یواشکی ما رو استاد نمیشنوه نمیدونستیم چطوری از این وضعیت فرار کنیم وقتی از حمام اومدیم بیرون جومینکی ما رو به زور روی تختش برد ما سعی کردیم مقاومت کنیم اما اون خیلی قوی بود اون به بالای سر من رفت و در حالی که به صورتم کرمی مالید میگفت این خیلی گرونه خیلی احساس ترس میکردم و نمیتونستم صدایی در بیارم چون ذهنم خالی شده بود بعد اون اومد و بین من و دوستم دراز کشید بازوهای ما رو نوازش کرد به صورتمون خیره شد و دستش رو روی کمرمون گذاشت هر بار که اون این کارو میکرد کمرم میلرزید اما نمیتونستم کاری انجام بدم خم شدم و بیدار موندم و منتظر بودم که بخوابه وقتی خورشید طولو کرد منو دوستم مخفیانه دفترش رو ترک کردیم و به خونه رفتیم اون نتونستم بخوابم این دانشجو ادامه میده که بعد این قضیه یه بار دیگه هم پروفسور جومینکی منو به دفتر خودش صدا میزنه من این بار با دوست پسرم رفتم از اونجا که دوست پسر من سطح تحمل الکل پایینی داره به خواب میره چون پروفسور ما رو مجبور میکرد که الکل بنوشیم من خیلی میترسیدم که اتفاقی بیفته و احساس میکردم که هیچکس نمیتونه بهم کمک کنه در حالی که دوست پسرم خواب بود جومینکی شروع به صحبت در مورد رابطه جنسی من با دوست پسرم کرد و ازم سوالایی در مورد اینکه چه شکلی حسش یا چند بار در هفته انجامش میدی میپرسید من خیلی شرمنده بودم اما فقط تونستم که به زور بخندم من مدام خودم رو نیشگون میگرفتم تا مس نشم اما بعد مدتی پروفسور جومینکی مس شد و به سمت تختش رفت واسه همین سعی کردم دوست پسرمو بیدار کنم اما بلند نشد جومین کی رو به تخت صدا زد و ناگهان شروع به لمس سینم کرد وقتی با شوک برگشتم اون خندید و گفت اینا خیلی کوچیک‌تر از اون چیزی است که فکرش می می‌کردم خیلی عصبانی شدم دوست پسرم از دفتر بیرون کشیدم روز بعد وقتی جومین کی رو توی مدرسه دیدم وانمود کردم که هیچ اتفاقی نیفتاده چون می‌ترسیدم حتی بعد این موضوع هم من و سالبالایی یا بارها و بارها به دفترش فرا خونده می‌شدیم یکی از بچه‌های سالبالایی به حدی مست شد که نتونست خوشو ثابت نگه داره جومینکی هم اون همونو به تخت خودش برد و بقیه گفت که بریم بیرون من نمیتونستم اجازه بدم چون تایم شب بود و پدر مادر اون دختر خبر نداشتن واس همین اونو به زور از خونه کشیدن بیرون و این دختر میتونه شهادت بده از بعد اینکه نذاشتم اون شب جومینکی با اون دختر بخوابه جومینکی سر کلاس هی منو سوژه همه میکرد و جلوی کلاس مدام منو مسخره میکرد و نمرهای پایینی بهم به میداد هر وقت بخش ما برای شام بیرون میرفت دانش آموزان دختر کنارش اذیت میشدن جم کی رانها پشت و صورتشون رو لمس میکرد توی سال 2014 دانش آموزان بخش ما به یه اتاق تاج رفتن پرفوس و جم اخیرا ادعا کرده که اون فقط اونا رو برای تشویق توی آغوش میگرفتن اما خوب یادمه که اون لحظه اون دانش آموزان دختر خودش رو به رقص واداشت و سینههاشون رو لمس میکرد چه دانشجوهای دختر چه پسر همه و همونو رو تماشا میکردیم ولی اون جلوی چشم همه ای ما جوری رفتار میکرد که انگار این موضوع چیز عادیه و چیز مهمی نیست مثلا که از دانشجوی دختر توی جمع نشسته بود یهو پاهای رو گرفت و رو بالا داد بیشتر ما 21 یا 22 سال داشتیم دیگه طاقت نیاوردیم همه با هم رفتیم دستشویی و به یکی از بزرگترها زنگ زدیم و با اومدن یکی از استادای ارشد تونستیم از اون اتاق فرار کنیم ولی وقتی با جامیکی خداحافظی میکردم اون صورتمو گرفت و لبمو بوسید من هر وقت سعی کردم اینا رو به اطرافیانم بگم اونا جوری رفتار میکردن که یه جوری میخواستم بهم بگن این موضوع تقصیر توه چرا چون جومینکی آدم خیلی معروف بود همکلاسیای من دردای زیادی رو تحمل کردن من بهشون الان میگم که دیگه نباید ساکت بمونن و از مجرم نباید محافظت بشه این توییت سونگهانول هانول باعث خشم عمومی میشه کار به جایی میرسه که جومینکی که اون سال میخواست سریال فرزندان خدای کوچک رو بازی کنه ازش کنار گیری میکنه تا نتیجه این اتهام مشخص بشه بالا فاصله بعد این گزارش دخترهای آزاردیده بیشتری روی صحبت کردن پیدا میکنن گزارش هایی که اکثرشون با نام ناشناس مطرح شده بود چون بازم اون دخترها میترسیدن که بین چندین و چند گزارش من یازده مقاله کامل از این گزارش ها رو خوندم که بعضیش در حد نشون دادن چتاشون با استاد بود که توی این چتا جمعی که بهشون گفته بود که اگه مثلا امشب پیشم نیا یا عکس بدنت نفرستی نمرت و پایین میارم از این کارا. خیلی از این دست مسائل که خیلی گسترده است اما چیزی که برام جالب بود این بود که افرادی توی دام نمی که خانواده های تحصیل کرده ای داشتن یعنی مثلا توی یه گزارش عینا نوشته بود که بابای من خودش استاد دانشگاه بود و همچی پیامی من بهش نشون دادم و گفتش که نیازی نیست بری مثلا خونه استاده اصولا اون پدر که از هاشون دور شده بودن چه نسلی چه فرهنگی اون بچه ها آسیب بیشتری دیده بودن بعد از سرات سونگانول با هویت خودش پای پلیس کره جنوبی به پرونده باز میشه و تحقیقات توی ابعاد گسترده تری انجام میشه کار به جایی میرسه که دانشجوهای پسرم واکنششون میدن اونا میگن ما توی فضای کلاس بارها شاهد این صحنه بودیم و حتی به جومینکی لقب پادشاه داده بودیم به خاطر اینکه اون مثل پادشاه توی هر کلاس زنهای زیادی داره و میدونستیم که نسبت به کدوم دختر تو هر کلاس نزدیکی بیشتری داره اما هیچکس جرات نمیکرد واکنشی نشون بده در نهایت با تحقیقات پلیس اثبات میشه که آزار دیده ها تعدادشون ده ها نفر بوده و حکم بازداشت جومینکی صادر میشه همسر و فرزندان جومینکی توی شوک بودن جومینکی رسما توی فیسبوک یه پست میذاره و میگه همه چیز سهلنگاری و تقصیر منه من صمیمانه و عمیقا از همه قربانیانی که توسط من صدمه دیدن عذرخواهی میکنم و در آینده از هر گونه مسئولیت قانونی و اجتماعی در قبال اشتباهات خودم دوری نمی کنم چون خیلی از چیزها خیلی ناگهانی و کوتاه بوده و نمیتونستم مدیریتشون بکنم تا آخر عمرم در مورد اشتباهاتم فکر می کنم در آینده سعی می کنم با فداکاری و خدمت به مردمم بدهی خودم رو پس بدم و بارها و بارها به نشانه اسخایی سرم و خم می کنم اما خشم عمومی بیشتر از این حرفا بود به نظر میرسه که کی خودش روی گناهکار واقعی نمیدونست و احساس میکرد که میتونه این موضوع رو جبران کنه بخصوص که با چندتا دانشجوی دخترش تماس گرفته بود و ازشون درخواست سکوت یا ملاقات کرده بود تا راضیشون کنه که موضوع رو مخفی کنن اما هیچکس با اون همکاری نمیکرد فشار علیه اون به حدی زیاد میشه که فضای رسانه و مجازی به شدت اون رو هیت میکنه اسپانسرش با اون قطع ارتباط میکنه کارگردان و کاراش با اونو کنسل میکنن توی محل زندگیش اطرافیان همه رو ترد میکنن همسرش و بچه‌هاش تحت فشار بودن تا اینکه توی 12 مارس سال 2018 وقتی پلیس آماده انجام تحقیقات نهایی علیه جومینکی بوده خبر میاد که جومینکی خودکشی کرده و کنار جسدش یه دستنوشته وجود داره این دستنوشته شامل 8 صفحه بوده یک صفحه خطاب مردم و اهالی رسانه و دانشجوهاش و هفت صفحه دیگهش خطاب همسر جومینکی بوده که سعی کرده بود همه چی رو بهش توضیح بده که هرگز این هفت صفه رسانه ای نمیشه اما اون یک صفحه ای که خطاب به حالی رسانه و مردم بوده متنش این بوده همه چیز اشتباه و گناه من بوده انقدر موضوع شرم بوده هر چقدر زمان میگذشت نمیتونستم فراموشش کنم من تو وهله اول یه آدم ترسو بودم که سریع این موضوع رو انکار کردم خجالت آوره واقعا متاسفم در طول هفت سال گذشته چاره جزی نداشتم که یه استاد سختگیر باشم تا دانشجوهام که راه سخت و دشوار بازیگر شدن در پیش گرفتن رو راهنمایی کنم و من سعی کردم این فضای خلوتی رو به وجود بیارم که این سختگیری کمتر بشه اول میخوام ترین اذخواهی خودم از نوجوانانم که در این فرایند احساس تحخیر یا شرمندگی کردن بکنم با تشکر از شما اکنون میخوام از غرور و اشتباه خودم پشیمون باشم و از همه عذرخواهی از میکنم سرانجام مایلم بابت نوشتن این عذرخواهی از شرماور از دانشگاه چونجو و دانشجویان تارت دانشگاه چونجو که هنوز با قلبی صمیمانه خودشون وقف هنر میکنن عذرخواهی و خداحافظی کنم بعد مرگ جومینکی پرونده برای همیشه متوقف میشه اما دانشجوی دانشگاه چونجو از شنیدن مرگ استادشون به حدی خوشحالی میکنند. که بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشته جایی که دانشجوهای زیادی نویسند که امشب از خوشحالی گریه کردیم یا امشب میتونیم راحت بخوابیم دختر جومینکی چند ماه بعد خودکشی پدرش توی فضای مجازی پستی میذاره به یاد پدرش ولی به حدی از سمت مردم هیت میگیره که مجبور میشه پاکش کنه حتی خانواده اون اجازه نداشتن که برای پدرشون عزاداری کنن در نهایت این بود عاقبت جومینکی شاید بچه هنر و تئاتر بتونن تایید کنن که توی اکثر دانشکده ها حتی توی کشور خودمون فضا این شکلیه یه نمونه از صحبت های اخیر ریحان پارسا که توی اوج کودکی توسط کارگردان مورد اذیت و آزار قرار می گرفت. ولی به خاطر آینده هاشون نمیتونستن چیزی بگن چون همه چیزشون رو برای این موضوع گذاشته بودن و سوال بعدی که به نظر شما ما آیا جومینکی مقصر 100 صد درصده کسی که تونسته هیئت علمی دانشگاه به علمی خوب توی سطح جهان بشه و یه بازیگر موفقم هست چی میشه که به این نقطه میرسه به هر صورت همراهان دوست داشتنی طرفینم از این ویدیو لایک این ویدیو سابسکرایب طرفین یاتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون